سرخط خبرها توافق تازه میان روسیه و هندوستان ضربه بزرگی را برای امریکا وارد کرد. توافق تازه طالبان با روسیه در مورد سفر اتباع افغانستان و این کشور، پیام وحشتناک سپاه آزادی برای طالبان و همچنان حملات مرگبار جبهه آزادی بالای طالبان در ولایت تخار به باورتان نخواهد شد. هر آن وظیفه‌ای که از بالاجا برای ما داده می شود با سند و ثبوت اجراات می نماید. الله اکبر! بزرگترین محموله انبار سلاح در ولایت ننگرهار توسط طالبان کشف شد. سلام، با سرویس اطلاع رسانی اینفو تی وی خوش آمدید. محاسبات تجارتی بین روسیه و هند به اسعار ملی صورت می گیرد. روسیه و هند قصد دارند حین محاسبه تجارتی بین هم اسعار ملی خود را توسعه دهند. با گزارش سپوتنیک، دنی الپیوف سفیر روسیه در هند گفت که مسکو و هند حین معاملات تجارتی از اسعار ملی مشترک استفاده نمایند و این عرصه را توسعه دهند. و افزود که ما با یک مکانیزم دو جانبه روبل روپیه وجود دارد که حین محاسبات از آن استفاده می نماییم. اکنون این مسئله بررسی می گردد و کار در این عرصه جریان دارد. ما قصد داریم این مکانیزم را توسعه دهیم. در ماه فوریه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حین صحبت با نرندرا مودی صدر اعظم هند در مورد همکاری های دو جانبه بحث کردند. 31 ماه مارچ نشر اکنامیک تایمز و نقل از منابع از تکمیل کار بر روی ایجاد جایگزینی برای سویفت، توسعه بانک توسعه دولتی روسیه، بانک اقتصادی خارجی و بانک رزرو هند خبر داد. خبر بعدی و مهم، شرکت هوایی آریانا پروازهای خود را بر روسیه اثر می گیرد. منبع، شرکت هواپیمای آریانا قصد دارد که در آینده نزدیک پروازهای خود را بر روسیه آغاز کند. یک منبع نزدیک به مقامات هوانوردی روسیه به ریانوستی گفت شرکت هوایی آریانا افغان ایرلاینز قصد دارد در آینده نزدیک پروازهای خود را بر روسیه آغاز کند. در همین حال میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه گفت که روسیه از 9 اپریل محدودیت‌های مقابله با کووید 19 را که برای پروازهای معمولی و چارتر اعمال می‌شود لغو می‌کند و ارتباط با بیش از 50 کشور دوست را از سر گرفته می‌شود. ستاد عملیاتی مبارزه با شیوع ویروس کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد ما در مورد رفع کامل محدودیت‌ها برای پروازهای منظم و چارتر با 52 کشور و منطقه از 9 اپریل با کشورهای الجزایر، ارجنتین، افغانستان، بحرین، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل و ونزوئلا، ویتنام، هنگ کنگ، مصر، زیمبابوه، اسرائیل، هند، اندونزیا، اردن، عراق، کینیا، چین و دیگر ممالکی که مورد تایید آنها بودند. پیش از این یک منبع در وزارت ترانسپورت افغانستان در اوایل ماه مارچ گفته بود که رهبر این اداره با نمایندگان هوانوردی روسیه در مورد امکان از سرگیری تردد هوایی بین کابل و مسکو گفتگو کرده است. گفتنی است که حمل و نقل هوایی بین روسیه و افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان جنبش و دلیل فعالیت‌های تروریستی تحت تحریم‌های سازمان ملل است به حالت تعلیق در آمده. خبر بعدی، کشف و ضبط نزدیک به 200 میل سلاح در ننگرهار. نیروهای امنیتی طالبان در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت ننگرهار نزدیک به 200 میل سلاح کشف و ضبط کردند. طالبان از کشف نزدیک به 200 میل سلاح و سایر تجهیزات نظامی در 24 ساعت گذشته از مربوطات شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار خبر دادند. در ادامه عملیات طالبان برای جستجوی خانه به خانه که از 2 ماه به این سو آغاز شده است، طالبان میگویند که در جریان این عملیات مقدار زیاد سلاح، مواد انفجاری و موترهای دولتی را کشف و ضبط کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای طالبان مقدار زیاد اسلحه، مواد انفجاری، موترهای ضد گلوله و دولتی به دست آورده‌اند. در همین حال این کار طالبان دار با واکنش‌ها و انتقادهای زیادی همراه بوده است.
آندرس وان برندت، نماینده اتحادیه اروپا در کابل، از طالبان خواسته بود که تفتیش خانه را فوراً متوقف کند. وی با نشر توییتی گفته بود که آزارها، تفتیشها، خانه ها، دستگیری ها و خشونت علیه افرادی که از اقوام مختلف و از زنان جنایت است و باید فوراً متوقف شود. با وجود جنگ پوتین شما را زیر نظر داریم. از سوی دیگر ملا هبت الله اخوندزاده رهبر مذهبی طالبان نیز نیروهای این گروه را از ورود خانه های مردم منع کرده بود. اما سخنگوی طالبان ادعا کرده بود که در عملیات جستجوی خانه ها در کنار نیروهای امنیتی طالبان وکیل گذر و امام مسجد محل هم حضور دارند. وی افزوده بود که اگر نیروها بدون حضور این افراد محلی قصد بازرسی خانه کسی را بکنند، نباید اجازه تلاشی داده شود. اکنون می‌پردازیم به پیام سپاه آزادی و طالبان و اخطار آنها برای سرنگونی طالبان. رحیم، شروع میکنم به نام خداوند منان. قسمی که در جریان هستد، امروز وطن ما شما را یک گروه وحشی، گروه پنجابی و مزدورهای پاکستانی اشغال کرده است و ظلم و ستم و استبداد بالای مردم و ملت عزیزمان روان است و هر روز شاهد هستیم که یک جوانان ما را به بهانه های مختلف ترور میکنند و از بین میبرند. قسمی که در تصویر مشاهده میکنین، ما جوانانی سپاهی آزادی سلاح برداشتیم به خاطر مقابله و دفاع از حق مردم و ملت عزیز این کشور و به خاطر امنیت و آرامش مردم از حق خود و حق مردم دفاع نماییم. ما جوانانی سپاهی آزادی فعالیت های خش را در اندراب در ره قاسان آغاز نمودیم. در جنگ های بسیار اشتراک نمودیم، از جمله در جنگ خیردرهی کاسترتروش قاسان، چون که نداشتن دسترسی به اینترنت و خارج بودن از شایعاتن نتوانستیم که در بالاجا اعلامی موجودیت نماییم و حالا این که زمینه مساعد شده به اینترنت، خواستیم که دوباره اعلامی موجودیت نماییم که ما جوانان سپاه آزادی در کوههای اندراب و در اراضی اندراب ها آماده هر نوع فعالیت هستیم و باز هم یک بار دیگر اعلام میکنیم که ما جوانان سپاه آزادی در هر نوع شرایطی که باشه آماده هر نوع وظیفه هستیم و هر آن وظیفه ای که از بالاجا برای ما داده می شود با سند و ثبوت اجراعات می نماید. این جوانایی که می بینید تحت فرماندهی محمد میر جلیلی می باشد. انشاءالله تو نه خودت چفقد و خیر الله اکبر تو کوتر انشاءالله تو کوتر ده